سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ستاره هستم. آموزش امروزمون در مورد شناخت ابزارهای طراحی هست. کار رو با هم شروع. دوستان کلم، لوازمی که ما نیاز داریم برای طراحی ناخن، ما انواع قلم‌ها، یعنی از نازک هست تا موی ضخیم، که برای کار طراحی، حالا کار آب رنگ فرقی نمی‌کنه، کار ژل، طراحی ژل، ما از این قلم‌ها نیاز هست که استفاده کنیم، یا از این قلم برای درست کردن گل تریدی ما از این قلم استفاده می‌کنیم. قلم های متفاوتی هست، یا از این قلم دوستان گلم برای مثلا زمانی که ما سطح ناخن رو ژل زدیم و میخوایم، یا شاین زدیم، فرقی نمی کنه، بستگی به زیر ساز کارتون داره، و میخوایم روی سطحش رو اکریل بپاشیم، یا طراحی از این قلم ها استفاده میکنیم. خب قلم های دیگه که قلم داتینگ هست دوستان، از این قلم ها برای توی طراحی کار ناخن استفاده می کنیم. ببینید، از سری زخیم داره، سری کوچیک، سری بزرگ، با این قسمت ها ما دیزاین، حالا هر نوع دیزاینی با این قسمت ها انجام میدیم. دوستان گلم، این یک نوع قلمی هست که این قسمت قلم شمعی هست، برای برداشتن نگین ما از این قلم استفاده می کنیم. توی کانالم آموزششو گذاشتم، اگر که دوست داشتید میتونید کار رو ببینید، کار با این قلم رو. این قلم سیلیکونی هست دوستان. زمانی که ما از این فویل ها برای کار دیزاینمون میخواییم استفاده کنیم، از این فویل ها، ببینید من یکیش رو باز میکنم کار رو نشونتون بدم. ببینید این فویل ها نازک و ظریف هست، و برای دیزاین ما از این فویل ها استفاده می کنیم. زمانی که بخوایم از این فویل ها استفاده کنیم، ما روی سطح ناخن می زنیم و از این قلم ها برای فیکس کردن فویل استفاده می کنیم. خب پس چی شد؟ این قلم هم برای کار فویلمون استفاده می کنیم، یا فرقی نمی کنه دوستان گلم، از قلم برای غیر از فویل، مثلا زمانی که ما کار کروم رو میخواییم انجام بدیم، اگر که ببینید با این هم از این کار هم میتونیم استفاده کنیم، فرقی نمی کنه که بخواییم کروم رو روی سطح ناخون فیکس کنیم. ببینید زمانی که ما کار شوگر، این کارها دیزاین برای دیزاین شوگر هست، شوگر افکت، حالا من توی کلیپ هام توی کانالم دارم این دیزاین ها رو، شما میتونید توی کانالم نگاه کنید و کار با این وسایل رو دوستان عزیز یاد بگیرید که به چه صورت انجام میشه. این قلم هم زمانی که ما کار شوگر استفاده میکنیم، رنگ بندی ببینید متفاوت داره دوستان گلم. ببینید این کارها کارهای شوگر هست. زمانی که از این کار استفاده میکنیم، روی سطح ناخن رو شوگر کار کردیم و میخوایم کار رو از روی سطح ناخن ما پاک کنیم، با این قلم شوگر رو از روی سطح ناخن، پودرا رو پاک میکنیم و تمیز میکنیم. پس یه همچین قلمی برای این کار نیاز هست. از این قلم ما برای دیزاین گل استفاده میکنیم، گل های آب رنگی، فرقی نمیکنه، ما از این قلم هم استفاده میکنیم دوستان نازنین.
ببینید از این قلم های ظریف هم استفاده میکنید، ولی از این قلم هایی که به این صورت باز یک مقدار بزرگتر هست، از این کارها هم برای دیزاین گل، کشیدن گل و طراحی های روی سطح ناخن ما از این کار هم استفاده میکنید. دوستان عزیزم، این قلمی که میبینید قلم آمبرست، ما با این قلم روی سطح ناخن و دوتا از دو نوع لاک استفاده می‌کنیم یا سه نوع، فرقی نمی‌کنه، کار رو ترکیب می‌کنیم، یعنی کار دوتا رنگ با هم یه جوری ترکیب می‌کنیم که هیچ خطی نمونه و محو بشه و این دوتا کنار هم همخونی داشته باشه این رنگا. ما از این قلم استفاده می‌کنیم، این قلم رو بهش میگن قلم آمبره، که توی طراحی کار بسیار ساده و پرکاربردیه. و دوستان عزیزم، برای دوستانی که مبتدی هستن و میخوان کار رو شروع کنن، هم میتونید عزیزان از این فینگرزیا برای تمرین استفاده کنید، برای کار حالا کاشت و اینها فرق نمیکنه، هم برای دیزاین و هم از این پالت های ناخن، از این کارها میتونی شما دوستان مبتدی استفاده کنی و انواع دیزاین ها رو روی این کارها هم نمونه داشته باشیم و یا همین که کار کنید و تمرین کنید. دوستان عزیزم ببینید، و پودرهای کروم، این نوع پودرها دوستان عزیزم پودرهای کروم هستن که روی سطح ناخون ما از این نوع پودر استفاده میکنیم. این هم برای دیزاین، یک نوع دیزاین هست که هم کاربردی و فوق العاده کار شکیلی هست. از این نوع دیزاین برای ناخون استفاده کردم. استفاده از این پودر کروم فوق العاده زیبا و شکیل هست. و یک نوع کار دیگه داریم، کار فویل، که هم توی کاشت میتونیم عزیزان استفاده کنیم، کار طلا، هم طلاش هست هم نقرش، هم از این کار میتونید توی کاشت استفاده کنیم دوستان عزیز، و هم توی دیزاین، فرقی نمیکنه، این کارها هم پرکاربرد و زیبا هست و همینطور ساده. از داستر دوستان گلم میتونید استفاده کنید، خیلی حالت ظریف و اگه توی دیده بشه فوق العاده شکیل و ساده هست. البته نمونه شو من اینجا دارم دوستان نازنینم، ببینید به این صورت روی سطح ناخون ما از این کارها استفاده میکنیم، از این دیزاین، و خیلی زیبا و این دیزاین ساده و همینطور راحت هستش عزیزان. و کار بعدی کار ژل هست دوستان گلم. از این نوع ژل ها برای کار دیزاین هم استفاده میشه دوستان عزیز، زمانی که شما دستتون را بیفته براتون، یعنی راحت باشه کار کردن با ژل، میتونید از این نوع ژل ها استفاده کنید توی کار دیزاینتون. و یه کار دیگه دوستان گلم، کار پودر مخمل هست. ببینید دیزاین های مخمل رنگ های مختلفی داره، حالا من چند نمونه شو برای شما دوستان عزیزم میارم. رنگ های مختلفی داره پودرهای مخمل که ما توی دیزاین مخمل از این پودرها هم استفاده میکنیم و فوق العاده کار شیک و ساده ای هست. دوستان عزیز، یه کار دیگه ای که من خدمتتون توضیح بدم، این کارهای لنز هست، لنزهای ناخون، که هم تنوع داره این کارها و هم این که راحت هست، یعنی کاری هست که آسون روی سطح ناخون میتونید از این لنزها استفاده کنید و پرکاربرد هست و خیلی هم ساده.
این هم یک نوع دیزاین پر که روی سطح ناخونو از این دیزاین هم استفاده می کنیم. وسیله‌ای که دیگه نیاز دارید دوستان گلم برای ناخون پا، ناخونهای پا، ما از این انگشتی ها هم نیاز داریم که اینها رو لای انگشتای پا قرار میدیم. انگشتای پا فاصله میگیره که به هم نخوره. زمانی که ما حالا ژلاکمون رو زدیم و میخواییم دیزاین انجام بدیم، ما از این کارها استفاده میکنیم. یه کار دیگه که هم برای کاشت استفاده میشه و هم برای دیزاین، کار اکریل هست که پودرهای اکریل هرچی که ظریف‌تر و کوچیک‌تر، یعنی درشت نباشه، توی دیزاین خیلی فوق‌العاده زیباتر خودشو نشون میده. اگر که مثلا بتونید پودرهای ظریف رو تهیه کنید، ببینید برای دیزاین یا برای کاش از این پودرها هم پودر اکریل، حالا چه فرقی میکنه دوستان گلم، چه درشت باشه چه ریز، توی کار دیزاین استفاده میشه. حالا چه توی کاشت باشه چه توی دیزاین کردن ناخون باشه. و یک نوع دیزاین دیگه که خیلی ساده است، زمانی که شما کاشت انجام دادین، شاین رو زدین، میتونین رو سطح ناخون از این پولکی‌های کوچولو بگذارین. هم خوشگل روی کار، هم خیلی ساده و آسونه برای دوستان مبتدی. این کارای پولکی رو دوستان عزیز میتونیم توی کاشت هم البته انجام بدیم. این بستگی به سلیقه و کار خودتون داره. این دیزاین های ناخون فوق‌العاده تنوع داره. حین تنوع زیاد این به سلیقه خودتون برمیگرده عزیزان. ببینید که شما بتونید از این ابزار به بهترین نحو و فوق‌العاده استفاده کنید و پرکاربرد و پرکاربرد باشه براتون. توی کار دیزاین از این اکریلای ظریف داریم که شیمر هست. از این کارها، این کار شیمر هست دوستان عزیز که استفاده میکنیم. توی دیزاین ما میتونیم از این نمیدونم اسمشو درست بگم، یه تیپ های شکل توپ های کوچولوی گوگولی مولاده ناز خواستنی، از این کارها هم برای دیزاین ما استفاده میکنیم عزیزان. توی دیزاین ما از این کارها هم کنار نگین یا تگ فرق نمی کنه، بستگی به سلیقتون داره، میتونید استفاده کنید. از این کار هم در روی سطح ناخون حالت رشته‌ای هست، هم داخل کاش میشه استفاده کرد. همینطور که گفتم خدمتتون، این بستگی به سلیقه شما دوستان داره که بتونید از این ابزار به نحو احسن استفاده کنید. یک کار دیگه که میتونم خدمتتون معرفی کنم، ببینید پودهای رنگی که ما میتونیم ازش خیلی استفاده ببریم، یعنی هم میتونیم داخل کاشت ما از این پودر استفاده کنیم، هم میتونیم پودر کلیرمون رو با این پودرها ترکیب کنیم، یک رنگ لایت بهمون بده برای کاشت، یعنی تنوع کار رو خیلی زیاد بالا میبره از کارایی با این پودرها که هم داخل کاشت میتونید استفاده کنید، هم برای کار دیزاین میتونه استفاده کنید از این پودرهای رنگی. خب دوستان عزیزم، یک کار دیگهی که من میتونم خدمتتون معرفی کنم از ابزارهای ناخون، طراحی ناخون، این کارهای تلقی هست که هم فلزیش موجود هست دوستان گلم، همین تلقی ها که خیلی ساده و آسون هست، شما راحت میتونید از این نوع کارها هم داخل طراحیتون یعنی برای دیزاینتون استفاده کنید، زمانی که تایمی ندارید و یا اینکه میخواید خیلی سریع کار رو انجام بدید، میتونید از این کارها هم استفاده کنید روی سطح ناخن و از این کارهای به این سطح روی ناخونتون دیزاین انجام بدیم و طراحی کنیم. فوق‌العاده آسون و راحت هست این کار ها. و گزینه دیگه که میتونم بهتون معرفی کنم،
کار با آب رنگ هست عزیزان، یعنی شما خیلی راحت و آسون میتونید از آب رنگ زمان دیزاین کردن میتونید از آب رنگ استفاده کنید. طرح‌های گل و مدل‌های مختلف دیزاین رو میتونید با کار آب رنگ انجام بدید. من چند نمونه خدمتتون میارم از این کار رو. ببینید مثل این کار پروانه، این کار رو با آب رنگ هست و خیلی آسون و ساده. این دیزاین ها خیلی آسون و ساده هست و شما راحت میتونید کار دیزاین رو با این ابزارها انجام بدید. یک نمونه کار دیگه که خدمتتون معرفی کنم، ببینید این کارها کار آب رنگ هست و فوق العاده دیزاینش زیبا، ساده و شکیل هست. دوستان کار آب رنگ هم وسیع هست، میتونید انجام بدید، خیلی راحته. یک نوع دیزاینی که میخواستم خدمتتون عرض کنم این کار آمبرمون هست دوستان عزیز، که میبینید ما از این کار، از این قلم دوستان نازنین برای این کار استفاده کردیم. همینطور که ملازم کنید رنگ رو محو کردیم، طوری رنگ رو انجام دادیم که خط رنگ دیده نمیشه. این کار کنار دوستان نازنین کار ژل تریدی هست. شما میتونید از این ژل ها هم برای دیزاین عزیزان استفاده کنید. یعنی ببینید تیوب های کوچیک هست، این تیوب ها ژل های تریدی هست که زمانی که کار ژل رو انجام میدید حالت برجسته میشه روی سطح ناخن. این کارها هم فوق العاده زیبا و ساده هست. خب کار بعدی که خدمتتون معرفی میکنم کار با نگین هست دوستان عزیز. توی طراحی ما نگین هم استفاده میکنیم. ببینید نگین های خیلی کوچیک و دیزاینمون برای طراحی ناخن از همچین نگین های کوچیک و بزرگ و رنگ های مختلفی همینطور که ملازم کنید استفاده میکنیم. رنگ های متنوعی داره این کارها و ببینید از این مروارید های حالت مروارید های خیلی کوچولو نگین مثل نگین میمونه ولی تیپ مرواریده، از این کارها استفاده میکنیم. تنوع توی کار برای دیزاین همینطور که میبینید دوستان عزیز زیاد هست. ببینید از این کارهای تزئینی، از این سنگها توی کار دیزاین ما استفاده میکنیم. نمونه کارهایی هست، ببینید گوشواره ناخن مدل‌های مختلفی داره این کارها که ما برای دیزاین استفاده میکنیم. عزیزان از این سنگ‌های رنگی ما استفاده میکنیم. ببینید یک بعضی از کارها به این صورت هست که روی ناخون ما این کارا رو نصب میکنیم. گلم آموزش امروزمون به پایان رسید. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. تا آموزش بعدی شما عزیزانو به خدای بزرگ میسپارم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.